میتونم بگم که هانی رام بود پر افتخارترین و بهترین مربی بدنسازی دنیا محسوب میشه کسی که تا الان تونسته 22 بار قهرمانی مثل المپیا رو توی رشته‌های مختلف با بدنسازان مطرح خودش به دست بیاره با اختلاف پر افتخار ترین اونها فیلهیس افسانه ای و در کنار اون هم اسمایی مثل جرمی بوندیا و جی کاتر و حتی خادی چوپان که توی مست که 2022 تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره دیده میشه توی این قسمت هم به این سراغ یک ویدیوی خیلی کمیاب وزیر خاکی از هانی رامبوت و یکی از مسابقات بدنسازی اون که با بدنی نترال در سال 1998 روی استیج اومد اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکا و دوستانی که ساکن آمریکا هستند میتونن خیلی راحت از سایت اصلی ایوژن با 10 درصد تخفیف خرید کنن. 3 سلام دوستان من علی سمت هستم از چنل فلکس فیتنس این ویدیویی که الان میبینید مربوط به حدود 25 سال پیش هست جایی که هانی رام بود بدنساز اصالتا ایرانی ساکن آمریکا یکی از اولین مسابقات خودش رو در رده آماتوری بدنسازی شرکت کرد جالبه که خود هانی رامبوت از داروهای بدنسازی استفاده نکرده و بدن اون توی این ویدیو نترال هست یکی از دلایلی که هانی رامبوت توی حرفه مربیگری به شدت مطرح و بزرگ شد به خاطر های خاص و ویژه‌ای هست که در کنار سیستم‌های مختلف تمرینی و در مکملهای خودش داره به جرأت میشه گفت مکمل های ایووژن با کیفیت ترین و بهترین مکمل های حال حاضر دنیا محسوب میشن و جالبه که ترکیبات بعضی از این مکمل کاملا محرمانه و مختص خود هانی رامبود ایووژن هست میشه گفت نزدیک به یک دهه هانی رامبود با جی کاتلر و فیل هیز دسته سنگین مز مثل اولمپیا رو تصاحب کردن و هیچکس حتی نزدیک اونها هم نشد بالاخره توی سال 2018 شان رودن تونست فیل رو شکست بده و از سال 2018 تا 2022 خانی رامبو تم قهرمانی سنگین وزن رو نچشید اما در نهایت با تلاش و استمرار فوقلاده هادی چوپان اون تونست توی یکی از سخت ترین و شلوغ ترین و پرمدعی ترین مثل اولمپی های چند سال گذشته قهرمان بشه و اسم خودش رو توی تاریخ بدنسازی ثبت کنه جالبه که هانی رامبود توی المپیای 2022 با سه شاگرد مطرح خودش تونست بهترین نتیجه ممکن رو به دست بیاره. توی دسته کلاسیک فیزیک کریس بامس تونست بدون هیچ دردسری و به راحتی قهرمان بشه و چهارمین عنوان قهرمانی خودش رو این بار زیر نظر هانی رامبود به دست بیاره. توی دسته سنگین وز یا همون اوپن هم هادی چوپان در کنار دریک لانسفورد دو تا از شاگردای هانی رامبود بودن که بعید میدونم کسی توی دنیا این رو پیش بینی میکرد که این دو نفر مقام اول و دومی رو به دست بیارن اما با تعجب ژنتیک دریک لانسفورد و تلاش بیش از دو دهه هادی چوپان در بدنسازی این اتفاق رقم خورد و بالاخره یک ایرانی تونست قهرمان مستر المپیا بشه و تاریخ سازی بزرگی رو انجام بده. هانی رامبود هر چقدر که توی ورزش حرفه‌ای شخص خودش یک بدنساز نرمال محسوب شد اما توی بخش مربیگری حرفه‌ای میشه گفت با اختلاف بهترین مربی بدنسازی دنیا محسوب میشه توی قسمت کامنت ها نظرت راجع به این ویدیو و هانی رامبود برای من بنویس برای دوستانی هم که اولین بار هست ویدیوهای ما رو میبینن این نکته رو بگم که تیم ما قرار هست مسابقه مستر المپیا 2023 رو با حضور گرگ پارسی هادی چوپان به صورت لایو و با گزارش فارسی پخش کنه پس حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اسپانسر ما هم برند مکملی ایووژن آمریکاست که شما میتونید با کد تخفیف امیر آنلاین فلکس از سایت ایووژن نوتریشن دات کام با 10 درصد تخفیف خرید کنید